سلام دوستان گرامی فردین نوری هستم یک تن از مشاورین در امور مهاجرین و پناهندگان در آلمان امروز خواستم برای شما ایزان در رابطه به این موضوع معلومات را کنم که در صورت گم شدن و یا مفقود شدن کارت اقامت آلمانتان پاسپورت کشورتان و یا پاسپورت خاکستری و یا آبی آلمانتان تذکره و یا شناسنامه ایتان چی باید انجام دهید تا به کدام مشکل مواجه نشده و مصنای این مدارک را از ادارات مربوطه ایتان به دست آورده بتوانید. بله دوستان عزیز، اگر کارت اقامت آلمانتان در آلمان مفقود و یا دزدیده می شود، شما نخست از همه باید به با پلیس در مورد اطلاع دهید ده و یا شکایت کنید که به آلمانی این نوع اطلاعیه و یا شکایت را انسایگه می گویند. و پلیس برای شما یک تعیید نامه در مورد این اطلاع و یا شکایتتان می دهد که شما آن را با کپی کارت اقامت اصلیتان یکجا با خود به اداره اتباع خارجی یعنی اوسلند بیهرده مربوطهتان برده و تسلیم نماید و یا از طریق ایمیل و یا نامه برایشان بفرستید و برایشان همچنان در مورد مفقود شدن کارت اقامتتان و یا دوزدیده شدن کارت اقامتتان با این مدارک یکجا به طور نوشتاری و یا زبانی اطلاع داده و برای کارت اقامت مصنا در این اداره درخواست دهید اگر پاسپورت داشته باشید آن را نیز با خود به آنجا ببرید و یا کاپی آن را برای آنها از طریق ایمیل و یا نامه بفرستید تا شماره پاسپورتتان را نیز در کارت اقامت مصنایتان بنویسند و بعدا برای شما کارت اقامت مسنا داده می شود و شماره پاسپورتتان را نیز در کارت اقامتتان می نویسند. قابل یادآوری است که شما همچنان می توانید اداره ادبای خارجیتان را در مورد مفقود شدن کارت اقامتتان از طریق تلفن اطلاع دهید و بعد مدارک یاد شده را برایشان از طریق ایمیل و یا نامه بفرستید تا برایتان کارت اقامت مسنا تهیه نمایند اگر شما وظیفه آنلاین یعنی آنلاین فونکسیون کارت اقامتتان را تا کنون استفاده می کردید، باید بعد از مفقود شدن و یا دزدیده شدن کارت اقامتتان آن را به زودترین فرصت غیر فعال سازید. و برای آن یک شماره تلفن خاص در سطح آلمان وجود دارد که این شماره عبارت است از 0180 1 33 33 33, -33, -33 می که شما باید در این شماره زنگ بزنید. برای غیر فعال ساختن وظیفه آنلاین کارت اقامتتان از طرف آنها از شما یک پن نمبر و پوک نمبر نیز پرسیده می شود. ولی چنانچه در ویدیوهای قبلی هم برای شما ایسان آن را تشریح کرده ام این نامه در مورد وظیفه آنلاین کارت اقامت را تمام افراد به دست می آورند ولی اکثر افراد از این وظیفه آنلاین کارت اقامتشان استفاده نمی کنند. و حتما اکثر شما نیز آن را فعال نساخته و از آن استفاده نمیکنید بنابراین اگر وظیفه آنلاین کارت اقامتتان را تا هنوز فعال نساخته اید پس به اطلاع دادن در این شماره و غیر فعال ساختن آن نیز نیازی ندارید به همین شکل اگر پاسپورت خاکستری آلمانتان و یا پاسپورت آبی آلمانتان در آلمان مفقود و یا دزدیده شود، شما باید همچنان در مورد به پلیس اطلاع دهید و یا شکایت کنید چون زمانی که شما به اداره با خارجی مربوطه ایتان در مورد مفقود شدن و یا دزدیده شدن پاسپورتتان اطلاع می دهید و برای پاسپورت مصنع در این اداره درخواست میدهید از شما همچنان معمولا کاپی پاسپورت اصلیتان، تاییدنامه پلیس در مورد شکایتتان و یا اطلاعتان به پلیس در مورد گم شدن و یا دزدیده شدن پاسپورتتان واسطه می شود و به اساس این مدارکتان برایتان پاسپورت مصنع داده می شود و در این حالت نیست باید با پاسپورت مصنایتان کارت اقامت جدید برای تان داده شود و شماره پاسپورتتان در کارت اقامت جدیدتان نوشته شود اگر چون این کار صورت نگیرد شما خود باید در این اداره برای نوشتن شماره پاسپورتتان در کارت اقامتتان درخواست دهید اگر شما در خارج از آلمان هستید و کارت اقامت آلمانتان پاسپورت خاکستری آلمان و یا پاسپورت آبی آلمان شما مفقود شده است و یا دزدیده شده است شما باید به زودترین فرصت با سفارت و یا کنسولگری آلمان در آن کشوری که هستید در تماس شوید و آنها نیز از شما کاپی کارت اقامت اصلیتان یا کاپی پاسپورت اصلیتان و تایید نامه شکایت و یا اطلاعتان به پلیس را میخواهند اگر یکی از این مدارک و یا هیچ یک از این مدارک را ندارید باز هم کوشش کنید به زودترین فرصت با سفارت و یا کنسولگری آلمان در امان کشور در مورد در تماس شوید و آنها شما را در این رابطه راهنمایی و با شما همکاری خواهند کرد ولی اگر پاسپورت کشورتان تذکره و یا شناسنامه کشورتان در آلمان مفقود باید دوست دیده می شود شما باید عین شکل نزد پلیس شکایت کنید و یا به پلیس در مورد اطلاع دهید ده و یک تعییدی در مورد از آنها به دست بیارید بعد از آن به سفارت کشورتان در آلمان اطلاع دهید ده و برای پاسپورت مصنا تذکره مصنا و یا شناسنامه مصنا درخواست دهید و سفارت کشورتان نیز معمولا این تعییدی در مورد شکایت نامه و یا اطلاع تان در پلیس را نیست از شما می خواهد. علاوه بر آن انگامی که شما با سفارت کشورتان در تماس می و یا به آنجا مراجعه می کنید آنها برایتان خواهند گفت که کدام مدارک دیگری را شما باید برایشان در این مورد تسلیم نمایید و یا بفرستید. قابل یادآوری است که در شرایط فعلی برای افغانها در آلمان پاسپورت و تذکره اصلی و یا مصنع داده نمی شود ولی باز هم بهتر است که به عرصه وقت به سفارت افغانستان در مورد مفقود شدن و یا دوزیده پاسپورت و یا تذکره اطلاع داده شود و درخواست پاسپورت و یا تذکره مصنع داده شود در صورتی که پاسپورت کشور اصلیتان در خارج از آلمان مفقود می شود و یا دزدیده می شود البته در کشور سیوم یعنی خارج از کشور اصلیتان کوشش کنید که به زودترین فرصت به سفارت کشور اصلیتان در آن کشور مراجعه کنید و آنها برای شما در مورد رهنمایی خواهند کرد که چی باید انجام دهید و چطور می توانید پاسپورت مصنای کشورتان را به دست بیاورید. در عین زمان شما باید به سفارت آلمان در آن کشور در مورد اطلاع دهید چون در صورتی که پاسپورت مصنای کشورتان را در آن کشور به دست بیاورید باید شماره پاسپورتتان در کارت اقامتتان نیز ثبت شود و یا ممکن از سفارت آلمان در مورد یک تعییدی به دست بیاورید و یا در صورتی که کشور اصلیتان برایتان به زودی پاسپورت مصنع و یا بدیل برای پاسپورت کشورتان ندهد و یا هیچ امکان به دست آوردن آن موجود نباشد ممکن سفارت آلمان برای شما یک پاسپورت خاکستری و یا بدیل دیگری برایتان بدهد تا بتوانید دوباره به آلمان برگردید ولی اگر پاسپورت کشورتان در کشور اصلیتان مفقود می شود و یا دزدیده می شود شما باید به زودترین فرصت به اداره مربوطه پاسپورتتان در کشورتان اطلاع دهید ده و در عین زمان به سفارت آلمان در کشورتان نیز اطلاع دهید ده چون در صورتی که پاسپورت مصنای کشورتان را به دست بیاورید باید شماره پاسپورتتان در کارت اقامتتان نیز ثبت شود و یا ممکن است سفارت آلمان در مورد یک تاییدی به دست بیاورید به همین شکل اگر تذکره و یا شناسنامه در آلمان و یا در یکی از کشورهای دیگر گم و یا دوزیده می شود شما می توانید با سفارت کشورتان در آلمان و یا در امان کشور در مورد در تماس شوید تا شما را در مورد رهنمایی کنند و اگر تذکره و یا شناسنامه کشورتان در کشور اصلیتان گم و یا دوزیده می شود شما می توانید به اداره مربوطه ایتان در کشورتان مراجعه کنید تا آنها شما را در مورد کرده و با شما در مورد همکاری کنند. بله دوستان گرامی، سپاس از این که تا اکنون مرا همراهی کردید برای دانستن همچون موضوعات جالب دیگر در رابطه به مهاجرت و پناهندگی در آلمان، حقوق و وجایب مهاجرین و پناهندگان در آلمان و فراگیری زبان آلمانی و غیره می توانید این کانال هاگایی خودتان را سابسکرایب و دنبال کنید. و اگر سوالی و یا نظری در مورد موضوع امروزی داشته باشید می توانید آن را در پایین همین ویدیو با من شریک سازید. وقت خوشی داشته باشید.